من داشتم سکته میکردم، در ماشین داشت و کوبوند. My first kiss. اوکی، اولین باری که من گل کشیدم یا اول فاز یکی دیگه، اولین باری که سیگار کشیدی؟ خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه با سارا. امروز قراره که یه کار متفاوت بکنیم. من تا حالا این کارو نکردم فکر کنم. نکردم. اولین های سارا رو بیایم با هم تجربه کنیم. هم چیزای جالب داره، هم چیزای دردناک داره، هم چیزای خنده دار داره توش. واو، با یه چیز دیپ شروع میکنیم. اولین باری که حس کردی باید بری تراپی. اولین باری که من رفتم تراپی، اگه اشتباه نکنم 19 سالم بود. اولین تراپیستم که یه جلسه بیشتر نرفتم، یکی از دوستان معرفی کرده بود بهم. کل تایم خودش داشت حرف میزد و داشت از دنیا میگفت که دنیا چقدر قشنگه و دنیا ارزشش رو نداره، فقط محکم جلو برو. و من اونجا نشسته بودم جوری بودم که واو، یک ساعت پول منو هدر دادی و خودت حرف زدی و من هیچی نگفتم. واسه همین بعد از اون یه مدت اصلا تراپی نرفتم، چون تجربه اولم اصلا خوب نبود. واسه همین همیشه میگم که اگه تجربه اولت با تراپی خوب نیست، ایتس اوکی. بعضی وقتا تراپیستا بهت نمیخورن، بعد یهو زده حال میخوری، اینجوری که همین تراپی که میگن نو بعضی از تراپیستا خوب نیستن واسات. اولین باری که پیش خودت گفتی این دستاورد رو داشته باشم دیگه هیچی از زندگی نمیخوام، چه دستاوردی بوده؟ او مای گودنس. یکی از چیزایی که من تجربه میکنم تو زندگیم بیشتر اوقات، اِتس لایک یو نو ون دی سی اِتس مای رومن امپایر، دِس اِز مای رومن امپایر. من از بچگی همیشه میخواستم لاغر باشم. او مای گاد، سورپرایز. بینگ اسکینی، لاغر بودن، ایت واز مای رومن امپایر. یعنی یه چیز بود که همیشه دلم میخواست داشته باشم و نداشتم. یه سایکلی بود که مثلا از اینکه وزنم زیاد بود سعی میکردم رژیم بگیرم، بعد بهش نمیرسیدم، بعد خسته میشدم میذاشتمش کنار، دوباره از اول شروع میکردم، دوباره میگفتم اوکی این دفعه حتما جدی اجازه میدم که بهش برسم، بعدش دوباره نمیرسیدم دوباره. خلاصه این روتینی بود که کلا واسه مثلا 10 سال اینا داشتم. بعدش قرنطینه شد. دوران قرنطینه هیچ کاری نداشتیم که بکنیم. تنها کاری که من کردم این بود که میرفتم باشگاه، پایین ورزش میکردم، میومدم بالا. خیلی روتینی بود که خب میدونی نه بیرون میری نه کاری میکنی، همش خونه ای. ورزش زیاد کردم و غذا به اندازه کافی نخوردم و وزنم اومد پایین. یعنی تا حالا انقدر لاغر نبودم. و بعد به اونجا رسیدم جی بودم که حالا چی؟ مشکل رسیدن بهش اینه که میرسی ولی at what cost، یعنی چی از دست داری که بهش برسی؟ میدونی زندگی نداشتم، هیچ کاری نمیکردم. یه ساعت زر زدم تا الان صدای من ضبط نشد. I'm so sorry. اینو هلکی دستم گرفته بودم ولی الان واقعا کار میکنم. اوکی. اولین باری که دوست پسر داشتی، اینو قبلا فکر کنم گفته بودم توی یکی از کیونیام، تکنیکلی اولین دوست پسرم 14 سالگی بود. اولین باری که تنها زندگی کردی، اگین تکنیکلی تنها زندگی کردم منظور چیه؟ اینکه از خانواده‌ام جدا شدم یا اینکه کلا تنها زندگی کردم؟ چون کلا تنها زندگی کردن تقریبا 2 سال الان که من تنها زندگی میکنم. قبل از اون همیشه همخونه ای داشتم. من از 15 سالگی همش همخونه ای داشتم، تنها زندگی نکردم. بذار بگیم 2 سال پیش، 21 سالگی که همین خونه ای الانمه. اولین باری که عاشق شدی، میدونی وقتی اولین بار عاشق میشی بعد فکر میکنی که عاشق شدی، بعد دفعه دوم که عاشق میشی میفهمی که اون عشق واقعی بود؟ من این تجربه رو داشتم. اولین باری که عاشق شدم 16 سالم بود. I would count that. اوکی. به خاطر اینکه وقتی که 14 سالته احساس میکنم اون موقع کار نمیکنه. نه که 16 سالگی هم کار میکنه ولی بهتر کار میکنه. و اون عشق نوجوانی که تجربه کردم خیلی واسم پررنگ بود، خیلی واسه من تو اون حالت تو اون سن خیلی جدی بود. من عاشق اون فرد بودم، یعنی اول بهش گفتم یا او مای گاد. خیلی وقت روش شک نکردم. سارا 16 ساله واسه خودش. یادم یه شب خیلی مست بودم، رفته بودم یه مهمونی، بعد دوست صمیمیم بود و بهش گفتم I love you and he was like What? بعد از اون حرف زدیم مثل آدم. بعد از یه چند وقت، تازه یک سال بعد از اونم با هم نبودیم. مثلا چند ماهی گذشت که بعدش با هم دوست شدیم. سارا 16 ساله جرأت زیادی داشت. اولین باری که مشروب خوردی؟ اولین باری که مشروب خوردم، یعنی اینکه لب زدم بهش، دقیقاً نمیدونم چند سالم بود. حدس میزنم سنم کم بود. مثلا فکر میکنم 11 12 بودم. ها بذار بگم 11 12 میدونم خیلی پایینه، سن پایینه. ولی فقط یه دونه سیپ مثلا مزهش کردم، چون می‌خواستم ببینم مزهش چجوریه. بعد یادم رفته بودیم یه دونه لانج توی هتل بودیم، بعد ما موهیتو سفارش دادیم، بعد گفتیم موهیتوش بدون الکل باشه چون خانواده من مشروب نمیخوره. بعد آوردن، من با خانواده‌ام بودم، مثلا علیرضا بود، داداشم بود، مامانم، بابام، اینا. ببینید که چقدر مزهش بده. بعد من جونم بذار منم مزه کنم ببینم چه مزه‌ایه، چون من موقع جونم که
نکنه الکل داره. آره خیلی دقیق یادم نمیاد چی بود ولی مزهش کردم. یادمه که اون اولین بار بود. اولین باری که پریود شدی چند سال بود و ریاکشنت چی بود؟ راستشو بگم من تو تاریخ افتضاحم. حدسم اینه که یا 11 بودم یا 12 بودم. یا شاید هم 13 بودم. نه فکر کنم 13 دیگه دیره. فکر کنم 12 بذار بگیم 12 وسطشو بگیریم. 12 بودم. خیلی خوشحال شدم. اینجوری بودم که اما مامان مثلا از بیرون اینجوری بودی که وای نه آ پریود شدم چقدر رو مخه ولی احساس می‌کردم که خیلی بزرگم. اینجوری بودم که من الان دیگه خانوم حساب میشم. پلیز برن اونور پد منو رد کن بیاد. اولین باری که پارتنرتو بوسیدی؟ My first kiss. 14 سالم بود. نمیتونم بگم توی ایران بود و توی محیط باز بود. اصلا نمیتونم فکر کنم بهش. حالا بد میشه. همین بسه. 14 سالی. اولین باری که به درآمد رسیدی؟ درآمد منظور چیه؟ مثلا 10,000 تومن یا درآمد؟ اولین باری که مثلا واقعا پول مثلا گرفتم 17 سالم بود. فکر کنم اولین درآمدم 17 یا 16 پوند بود واسه یک ساعت کار کردن که اینجوری بودی که امین و بعدش اون موقع اینجوری بودم که واو چقدر سخت کار کردن ولی پول جدی اون موقع هم در نمی آوردم تا مثلا 18 19 سالگی. اولین باری که excuse me guys این چه سوالاتیه از سارا میپرسین؟ اوکی first time I did drugs. الان دارم فکر میکنم نمیدونم میخوام به این سوال جواب بدم یا نه. اوکی میدونستین که آیا مشروب خوردن الکل مواد مخدر حساب میشه؟ حالا اوکی من میدونم منظورتون چیه. اوکی اولین باری که من گل کشیدم 16 سالم بود و اصلا تجربه خوبی نبود. فکرم قرار بمیرم. اون موقع که مثلا با دوست پسرم بودم و بهش گفتم ببین من همین الان ببر بیمارستان قرار بمیرم. بنجی بود که نه نه سارا it's okay. No you don't understand. من دارم میمیرم. من میدونم. بنجی که نه گفتم من باید برم بیمارستان. خلاصه که خیلی بد بود. خیلی افتضاح بود. تجربه مزخرفی بود. By the way guys گل توی کانادا لیگاله. با اینکه اون موقع تو کانادا نبودم تو انگلیس بودم ولی بازم just saying اینجا قانونیه. Okay anyway I was a kid, I was stupid. بچگی کارهای احمقانه زیادی میکنی. اولین باری که توی مدت مهاجرت تونستی به یه نفر اعتماد کنی و بتونی با مردم ارتباط صمیمی برقرار کنی کی بود؟ همون فکر میکنم 16 سالگی. احساس میکنم دوران خیلی از درسهای زندگیمو و چیزی که اولین بارها تجربه کردم از سن 14 سالگی بود تا 17 سالگی. این موقع بود که خیلی اتفاقات واسه اولین بار افتاد تو زندگیم. آره دوست صمیمیم که اونجا پیدا کردم. یادمه که یه چند وقت داشتم با این پسر هی میرفتم بیرون و میومدم. خیلی بامزه بود. خیلی خنده دار بود حرفاش. هر دفعه با هم میرفتیم بیرون کلی میخندیدیم. و یادمه که یه شب داشت کلی بارون میومد و ما همش بیرون بودیم. بعد از کلی چرخیدن و اینا دیگه شب شد. مثلا من باید ساعت 9 خونه بودم چون اگه زیر سن 16 سالگی باشی بعد 9 خونه باشی. من دیگه 9 رفتم خونه و یادمه اومدم خونه اینجوری بودم که واقعا روز قشنگی بود و 6 ماه بعدش رابطمونو شروع کردیم. اولین باری که به خودت افتخار کردی اینو قشنگ یادمه. 17 سالم بود. داشتم واسه پورتفولیوی دانشگاه آماده می‌کردم. معلمم اینجوری بود که تو هیچ وقت توی این دانشگاه قبول نمیشی. تو اصلا انقدر کارت قوی نیست که بخوای بری همچین دانشگاهی. و من اون همش تو فکرم بود و من صبح تا شب همینجوری واسه 3 ماه داشتم کار می‌چیندم که بتونم بفرستم و برم واسه اینترویو که دانشگاه ببینم قبولم می‌کنن یا نه. و این دانشگاه هنر بود توی لندن. راه برگشت که بهت میگن همونجا جلو روت همه رو صدا می‌کنن توی جا بهت میگن که کی قبول شده کی قبول نشده. به همه همونجا بلند اسمتو میخونن بهت میگن که قبول شدی یا نه. و وقتی گفت قبول شدی باورم نمیشد. انقدر به خودم افتخار میکردم که این کارو تونستم انجام بدم و هیچ حسی اصلا موقع نبود. اولین کتابی که خوندی؟ ببین یادم نمیاد اولین کتابی که خوندم چی بود ولی اولین کتابی که واقعا تو ذهنم موند کتاب باد بادک باز بود. اینو یادمه چون یکی از دوستام توی مدرسه‌مون توی ایران یه دونه قسمت داشتیم که مادر پدرها میومدن از کارشون حرف میزدن بچه‌ها بتونن مثلا بفهمن که چه میدونم پلیس چی کار میکنه، اگه بخوای بری معلم شی چی کار میکنی، اگه بخوای از این داستانا. یکی از مادرها اومده بودن داشت راجع به کارش حرف میزد، داشت میگفتش که من هنرمندم، من مثلا نقاشی میکشم اینا. و
من جب دارم که هنرمند بعد پول در میاره از کارش. همجی دهنم وامونده بود داشت حرف میزد. بعدش مثلا کیونه ای داشتن، خیلی جالب بود. کیونه ای داشتیم، بعد مثلا بچه‌ها میتونستن سوالاشون رو بپرسن. بعد یکی پرسید که کتاب مورد علاقه که خوندی چی بود؟ بعد گفتش که باد بادک باز. و این تو ذهن من موند. میجوردم که برم کتاب رو بگیرم چقدر بفهمم چیکار کنم. کتاب خیلی قشنگی بود، اوکی؟ و اون کتابو تا آخر خوندم. مثلا دیدی یکی مثلا میگم اون سلبریتی که خیلی دوست داری میگه که من این شیر رو انتخاب میکنم که بخورم صبح، تو اینجوری که پس منم برم همون شیر رو بخورم اینجوری. واسه همین منم گفتم الان برم کتاب رو بخونم. و جالب تر از همه این که من الان گفتم مادر یکی از بچهای مدرسه بود، الان دخترش اینجا زندگی میکنه و ما با هم دوستیم، دوستای خیلی خوبی هستیم. بهش این داستانو داشتم تعریف میکردم چند وقت پیش، گفتم که ببین You have no idea. I'm a fan of your mom. خلاصه که زندگیمو عوض کرد و رفتم هنر خوندم. یا ابوالفضل یکی دیگه. اولین باری که سیگار کشیدی؟ گفتم فکر کنم، نگفتم. فکر کنم 16 سالم بود اولین باری که سیگار کشیدم. It was so disgusting. من بودم. یکی دیگه بود که خیلی نمیشناختمش و دوست دختر قبلی دوست پسرم بود. بعد اون سیگار میکشید. And it looked so cool. مخ نداشت این سارا تو سن 16 سالگی. بعد اینجور بود که سیگار میکشید و من اینجورم چجور سیگار دستم بگیرم. الان اینجوری بودم که نمیتونم نکشم وقتی همشون دارن سیگار میکشن. بعد اگه تو انگلیس نبودین، انگلیس مثل ایرانه، یعنی سیگار کشیدن خیلی زیاده. اینجا سیگار کشیدن زشته، شوخی نمیکنم، جدی. ما اینجا نه مثلا قسمت سیگار کشیدن داریم، نه کسی مثلا اینجوری که بره بیرون سیگار بکشه. اصلا یه چیزیه که اگه هم کسی بکشه قایم میکنه، نه که نباشه ها، هست مسلما خیلی سیگار میکشن، اونجوری که انقدر آزادانه خیلی چیز سوشالی باشه که مثلا دوستا با هم باشن و سیگار بکشن، همچین چیزی نیست اینجا. اولین باری که کراش زدی و از یکی خیلی خوشت اومد، من باشگاه انقلاب کلاس میرفتم، یه پسره بود، من کلاس بدمینتون میرفتم. بعد واقعا نمیدونم چرا گفتم بدمینتون وقتی منظورم پینگ پونگ بود، مخه کار نکرد، منظورم پینگ پونگ بود. بعضی از کلاسای باشگاه انقلاب قاطی بود، خب بیشتر کلاساش مثلا دخترونه و پسرونه بود، بعضی از کلاسا هر دوتا دختر پسر قاطی بود چون که کلاس مثلا زیاد نبود. این کلاس یکی از اونا بود. بعد فکر کنم نمیدونم چند سالم بود، فکر کنم 12 بودم، که دوستم داشتیم اسما رو مینوشیم، هر دوتامون پسر از این پسر چشاش زاق بود، بعد مثلا سنش هم از ما مثلا معلوم بود یه ذره بالاتره، اومد که مثلا اسمای ما رو بگیره و سنمون رو بگیره. بعد چیز اینجوری بود که سنتو بالاتر بزن، سنتو بالاتر. حالا از قیافه تو سارا نمیفهمن که 12 سالته. هیچی دیگه، ازش خیلی خوشم اومد، هیچ چیز خاصی نشد چون سنش بالاتر بود، ولی با هم چند وقت یه بار مثلا حرف میزدیم، شروع کرد تکست دادن به هم. And at that point I was like اسمش هم یادمه. I wonder what he's doing. حیف که من فامیلیار بلد نیستم روی اینستاگرام، اینو نمیشه پیداشون کرد، وگرنه خیلی دوست داشتم بتونم برم این آدما رو پیدا کنم ببینم الان هم با زندگیشون چی کار میکنن. بعد از یه مدتم با یه دختر دوست شد که چشاش آبی بود و من جودم. خیلی به هم میومدن واقعا. اولین باری که تنهایی با دوستات رفتی بیرون، من فکر کنم 14 سالگی بود که تنها گذاشتن من برم بیرون و اونم فقط باشگاه انقلاب اجازه داشتم. یعنی ما یه دم باشگاه انقلاب بودیم، یعنی من کار دیگه ای نمی کردم. باشم هفته یه بار اجازه داشتم از خونه برم بیرون. فقط هم تا باشگاه انقلاب می رفتیم. ساعت فکر کنم 9 هم باید خونه بودم، یعنی نفس نکشم جی کل هفته. به اون موقع فکر می کردم، به اون موقع که بتونم برم بیرون. اولین باری که موتو رنگ کردی، دیدی این دستا بخوای موهای دستتو دکلوره کنی، یه دونه کرم هست میگیری میزنی. میخوام بگم 13 من اینقدر موهامو، خب با اون دکولره مال منم نبوده، یکی از دوستام مامانش موهاشو، موهای دستاشو با اون دکولره میکرد. من اینو شنیدم، به دوستم گفتم که هی واسه من دکولره بیار، میخوام برم موهامو رنگ کنم. گفتش که اوکی. واسه هم آورد، موهامو رفتم اینقدرشو چیز کردم. 4 روز بعد مشاور اومد گفت میری موهاتو قیچی میکنی ها. اصلا بعدش من موهامو در نمی آوردم چون میترسیدم. بعد حالا مثلا به چند نفر گفتم دیگه که ببین مثلا اینقدر موهامو رنگ کردم. الان اینقدر چی شد؟ الان چی شد؟ اینقدر حسابم الان خورد میشه به اون چیزا فکر میکنم. ولی آره، خلاصه که موهامو قیچی کردم به خاطر اینکه رنگ نداشتم که برم رنگ بزنم روش. قشنگ همینجوری مثلا گرفتم اینو قیچی کردم توی سینک دستشویی، باشم قایمش کردم چون مامانم هم که نمیدونست. اولین تصادف، ببین واقعیتش یادم نمیاد کدوم اول بود،
اگه اشتباه نکنم اولین تصادفم همون 19 سالگی 18-19 سالگی بود که تازه گواهینامه گرفته بودم. با یکی از دوستام داشتم میرفتم Guess what؟ باشگاه انقلاب داشتم میرفتم که بدوم. توی ایران مثلا میخوای بری بدویی یه دونه لباس ورزشی خیلی بلند باید بپوشی. چرا من دارم به شما توضیح میدم؟ ببخشی یادم رفتش که دارم با شما حرف میزنم، خودتون ایران زندگی میکنید. بعضی موقع انقدر اینجا توضیح میدم به مردم که ما چجوری زندگی میکنیم توی ایران. مای گاد ام سو ساری. باشگاه انقلاب مثلا برش هم که مثلا چیز نداری، شال نداری دیگه، از این بله های که اینجوری میاد پایین، نمیدونم بهش چی میگن، مثل کیسه میمونه، از اونا داشتم سرم. دوستم داشت تکس میداد بهم، بعد ترافیکم بود، داشتم همینجوری تکسمو میخوندم و جواب میدادم، حواسم پرت شد، استوب درست حسابی نکرده بودم، ماشینم خورد توی جلوی. ببین یارو پیاده شد عصبی، فکر کنم تاکسی هم بود، و تاکسی هم که دیدی من داشتم سکته میکردم، توی ترافیک بود دیگه، واسه همین مثلا اینجوری نبود که داشتم تون میرفتم بزنم، چیز خاصی نشده بود، ولی اونجوری که اون یارو پیاده شد در ماشین میدونشو کوبوند، من همینجوری چیزمو دادم پایین، بعد نگاش کردم همینجوری مونده بودم، بعد مثلا قشنگ مونده بود که اشکم درآورد. بعد که قیافه منو دید، بعد دید مثلا تیپمو دید اینا، بعد دید که دخترم، مثلا معلوم بود معلوم بود بلد نیستم دارم چیکار میکنم، بعد نگام کرد، بعد یه لبخند زد، گفت اوکی هیچی بودم خدا بس. اولین باری که انگلیسی حرف زدی من مهد کودک بودم، من مهد کودک کلاس انگلیسی میرفتم. مهد کودک چند سالته؟ 6 یا 7. با این تموم میکنم، همیشه اولین ها بهترین نمیمونن. سوال پرسیده که اولینی که بهترین مونده برای چیه؟ واقعیتش هیچ کدوم از اون اولین ها واسم بهترین نبوده. احساس میکنم اولین باری که یک چیز رو تجربه میکنی بهترین نیست و خیلی بهتر از اون میشه، ولی خیلی شیرینه سالها بعد که برمیگری بهش نگاه میکنی اینجوری که هیچی نمیدونه سارا کوچولو. ولی الان خیلی تجربه بهتری داشتم، با تجربیاتت احساس میکنم کلن زندگیت قشنگتر میشه. دوران نوجوانی دوران عجیبیه و بیشتر اولین ها اون موقع اتفاق میفته که هم خیلی جالبه، هم ترسناکه، هم it's overwhelming but you're gonna be fine. anyway مرسی که تا اینجا با هم بودین، تا ویدیو بعدی، love you guys, bye.